سلیگمن دانشمندی بود که روی درماندگی آموخته شده سالها کار کرد و بعد در سالهای اخیر امیدواری آموخته شده رو جایگزینش کرد او یه آزمایشی کرد که این آزمایش خیلی میتونه به شنوندگان عزیزمون آزمایش. بله نشون بده که نامیدی از کجا میاد اون ادهی از سکه ها رو گرست نگه داشت خب این سکه ها در یک محفظه بودن روبروی این سکه ها تصور کنید تو ذهنتون بسازید اینو یک صفحه خالی بود مثل یک زمین خالی که تای این زمین تای این صفحه تعداد زیادی گوشت آویزون شده بود من بهتون گفتم که شادی مساوی با تمایلات ارضا شده به کل تمایلات برای این های ما توی این آزمایی زمانی میتونن شاد باشن که گرسنگیشون ارضا شه و به اونها نشون میداد گوشت رو یعنی اینکه از میتونید برید و اون رو بخورید و خوشحال بشید ولی سگها ها خبر نداشتن اون مسیری رو که بعد توی زمین طی بکنن تا به گوشت ها برسن صفحه فلزی که بهشون الکتروشوک میده برای این تا حرکت میکردن به سمت خوردن گوشت ها پاشون رو میذاشن رو صفحه فلزی و شوک الکتریکی بهشون میرسید و دچار عجز میشدن و برمیگشتن به جای قبلی و نمیتونستن که گوشت ها به دست بیارن اگر یه همچه اتفاقی برای ما در فضایمون، محیطمون و جایی که زندگی میکنیم بیفته یعنی به ما اندک امیدواری نشون داده بشه تا میخوایم بریم به سمتش سریعا سرکوب شه و ناکام بشیم میریم به این سمت که اصلا یاد بگیریم هر وقت که نیاز داشتیم جلو جلو نامیدیم. میریم که یاد بگیریم که هر وقت چیزی رو خواستیم که باعث شادیمون میشه از قبل غمگین بشیم و اصلا فکر نکنیم که میتونیم به سنتش بریم. پیش های ناکام کننده دقیقا دقیقاً بس برای این در سطح فکر و شناخت فرد ناامید پیش بینی های ناکام کننده داره که همش هم نمیتونیم بگیم که خب تقصیر اوست اصلا در مسائل روانی مقصر وجود نداره. دوران کودکی او شرایط محیطی او جایی که زندگی میکنه چقدر کامیاب کننده است و یا نه چقدر واقعا ناکام کننده و یک جوری با تهدید و ارعاب قراره که او مدام و مدام ناکام باقی بمونه و در چه این شرایطی نمیشه انتظار داشتش که او شاد و خرامان در عین ناکامی بخواد حرکت کنه ولی چیزی که نیاز هست اینه که ما بیایم چارچوب مرجعمون برای تحلیل خودمون دنیا و دیگران رو مورد بازبینی قرار بدیم و اون میزان از امیدواری احتمال به امیدواری میل به حرکت و پیشرفتی رو که میتونه ما رو به سمت کامیابی پیش ببره رو روش وایسیم و تمرکز کنیم اینا رو باید در سطح خداگاهمون انجام بدیم چون مکانیسم های ناامید کننده غالبا تحت خداگاه و ناخداگاه افکار منفی اتوماتیک ماست دید تونلی ماست دید تونلی یعنی اینکه افکار منفی اتوماتیک مثل یک تونل جلوی چشم ما رو میگیره که ما فقط منفی ها رو میبینیم تو شناخت درمانی ما اینو داریم ولی در تحلیل رفتار متقابل ما باید بگیم که پس بیایم ببینیم که کجا در درون پیشنویس زندگیمون در بچه کودک درونمون و والدی که ما رو ناکام میکنه قرار گرفتیم و بیایم از طریق بالغمون اون بچه که قرار پاسخ بده به بالغ به اکنون و اینجا و به دنیایی که توشیم ببینیم و بگردیم و پیدا کنیم که زوایای کامیاب کننده هرچند کوچک با حرکات ما چطور میتونه رشد بکنه